یکی دیگر از دستان نامرئی و شاخک های پلید بیت العنکبوت آخوند احمد سالک نام دارد. فردی که به خاطر نقش مرموز امنیتیش در بیت به بازیگر ویژه اطلاعات موازی شناخته می شود. این آخوند اطلاعاتی که سالها فرماندهی بسیج، فرماندهی کمیته، نماینده خامنه ای در نیروی قدس و حفاظت اطلاعات سپاه را به عهده داشت، مدتی هم دستیار ارشد خامنه ای در صدور تروریسم به خارج مرزهای ایران بود. سالک در جریان قیام 88 شخصاً بازجویی و شکنجه دستگیر شدگان را به عهده داشت و مصرانه خواهان اعدام آنان بود. آخوند سالک که مبتکر دو طرح سرکوبگرانه امر به معروف و نهی از منکر و طرح عفاف و حجاب بود، با تشویق مزدوران حکومتی در اصفهان باعث ایجاد موجی از جنایت اسیدپاشی بر صورت دختران جوان و صدور مجوز برای جنایت بیشتر علیه زنان در خیابان شد. در معرفی احمد سالک، هیولای زنستیز بیت العنکبوت، یادآوری همین جمله از وی در جریان سیل کافی است تا طینت و ماهیت پلید وی برملا شود. وی در شرایطی که جان و مال و آخرین امیدهای مردم سیل زده مقابل چشمانشان نابود می شد و هیچ خبری از امدادهای دولتی و حکومتی نبود، گفت بودجه سیل را به کاهش بیبندوباری، یعنی مبارزه با بدحجابی، اختصاص دهید که اثر بیبندوباری از سیل و زلزله کمتر نیست. دور نیست روزی که تمامیت بیت العنکبوت و شاخک‌های پلیدش با همت زنان آزاده میهن برای همیشه به زباله‌دان تاریخ سپرده شود.